توضیح میخوام بدم و اون آنالیز تماس گیرندگانه. زمانی که مشتری با شما تماس میگیره یا به شما مراجعه میکنه، تیپ های مختلف مشتری هستن که نظر شما رو جلب میکنن و گاهی اوقات بین خودتون یا با همکاراتون گفتین که این شخص بخر نیست یا میخواد ما رو دور بزنه یا مشتری واقعی نیست و طرف خیلی راحت گذاشتینش کنار. ولی من به شما میخوام بگم که در کشورهای خارجی تمام اینها رو ازشون استفاده میکنن، حالا برای پیدا کردن فایل یا پیدا کردن مشتری. پس بنابراین در زمان آنالیز تماس گیرندگان باید خیلی دقت کنید. یه دسته از این مشتری ها که با شما تماس میگیرن مشاورین املاک هستن که سعی میکنن فایل های به قیمت شما رو از چنگتون درارن. شما با شناسایی این افراد میتونین فایل های به قیمت خود اونها رو شناسایی کنید و به اونها دست پیدا کنید. در کنار اون مشتریایی هستن که خیلی توی بازار هستن و اسلام ما میشونیم مشتری خسته هستن و فایل های زیادی دیدن و خوششون یه پا مشاور شدن. از طرز صحبت کردن این مشاورها و این مشتریهاش اصطلاحاتی که به کار میبرن شما میتونید خیلی راحت متوجه بشین که اینها یا مشاور خسته هستن یا مشتری خسته هستن یا مشاوری هستن که در از سعی داره فایل شما رو به دست بیاره. و مشتری خسته که فایلای زیادی دیده، اگه باش قرار بذارین و چند تا فایلی که همه املاکا همکاراتون دارن رو ببرین سر خیابونای مختلف بهشون نشون بده و ازشون بخواین که بپرسین که چه فایلی تو منطقه یا تو کوچه دیدن، فایلای زیادی رو به شما معرفی میکنه و همونا سرنخ میشه برای پیدا کردن فایلای جدید برای شما. یعنی در اصل از این طریق شما میتونید فایلیابی کنید. و غیر از این که همین مشتریای خسته رو شما با تماس مستقیم و ارتباط مداوم باشون در آینده میتونید تبدیل مشتریای بالقوه و بالفعل خودتون بکنید. دسته بعدی کسایی هستن که برای قیمت کردن تماس میگیرن و اکثرا مالکین هستن و اطلاعات کمی در مورد خودشون میدن یا میگن ما خودمون بعدن تماس میگیریم. شما تلفن اینا رو میتونید داشته باشین و بعد در یک هفته بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد باشون تماس بگیرید ببینید اینها آیا فایلو برای فروش اجاره دارن یا ندارن و از تو اونها دوباره فایل به دست بیارید. دسته دیگه مشتری ها هستن که معمولا در مورد قیمت صحبت نمی کنن، بلکه در مورد خواسته هاشون صحبت می کنن و سه خواسته و سه سوال اولشون مهمترین سوالیه که اونها از شما می کنن و میتونیم به همون طریقی که بهتون گفتیم باشون رفتار کنیم و به عنوان مشتری سرویس بهشون بدیم و ارتباطتون باشون حفظ کنیم. دسته چهارم مشتری ها کسایی هستن که علافن به اصطلاح یا همش میخوان بچرخن و قیمت کنن، حالا بودجهشون حاضر نیست، در آینده میخواد حاضر شه یا در آینده ممکنه به این بودجه برسن یا تصمیم برسن که خریدشون انجام بدن، ولی علاقمندن که مرتب فایل ها رو ببینن. شما از طریق اینها علاوه بر اینکه فایل هایی که دیدن رو میتونید بپرسین و فایل به دست بیارین، میتونید برای شکستن قیمت و بیلان دادن به مالکین ازشون استفاده کنیم. میتونیم برای کارشناسی ملکایی که از شما میخوان حتما با مشتری بیاین استفاده کنیم. همینطور به عنوان ماشین سرویس برای فایلایی که فاصله شون از محل کارتون دوره و میخوایم بریم ببینیم وسیله نداریم یا براتون رفتن دیدن سخته، میتونید از همین مشتری استفاده کنیم و دیدن همون فایلا و یا برای کارشناسی ملکایی که مالک حتما میگه با مشتری بیاین، به عنوان مشتری فیک ازشون استفاده کنیم و بریم اون فایلو کارشناسی کنیم. همینطور میتونیم با ارتباط مستمر با اینها در آینده زمانی که تصمیمشون قطعی شد یا بودجهشون برای حد کفایت رسید یا ملکی که مورد نظرشون بود خواستن بفروشن، شما این مشتری ها رو تبدیل کنین به مشتریاتون در آینده و معاملاتی رو باشون انجام بدین. یعنی هم میتونین از اینا خروجی فایل، هم خروجی ماشین سرویس، هم خروجی کارشناسی و هم خروجی مشتری بالقوه رو بگیرید.